سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم اینجا کویتل تیوی، خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. قرار چیکار کنیم؟ بعد از مدت ها دوباره اومدیم ببینیم که تغییرات درآمد رپرها و آرتیست ها توی یوتیوب به چه شکلی بوده و الان پردرآمدترین کیه و این درآمدها به چه شکله. قبل از اینکه بریم توش، دو تا سوال و دو تا نکته پیش میاد که خیلی ها میگن. بعضی ها میگن آقا دوست داری درآمد خودتو بگن، چرا درآمدو میگی و فلان و اینا. ببین، کارمند نیستن، آرتیست هستن، هنرمندن. خیلی راحت با یه دو تا چهار تا میشه درآمدشون رو در آورد و معلومه همه جای دنیا هم درآمد آرتیستا، قراردادهای آرتیستا، بعضیاش حتی خودشون رو میکنن یا راجبش صحبت میشه، راجب اینها خیلی ها حرف میزنن و این منطقیه که بچه راجبش حرف زد، چون چیزیه که تو اینترنت هست به راحتی میتونید بهش برسید و ببینید که چه خبره. اینجوری نیست که یک رازی باشه که کسی نمیدونه یا اصلا از این داستان ها. یکی از به هر حال میشه گفت معایب شاید آرتیست بودنه. نکته بعدی که هست، خیلی میگن آقا درآمده واقعی نیست و فلان و اینا. با اطمینان بهتون میگم به شدت اون درآمده، چون یک باز درآمد نشون میده تو این سایت، اون درآمده که آخرش هست، یعنی ته درآمد هست، خیلی نزدیک به درآمده آرتیست، خیلی فاصله نداره. اینو هم چه درآمد کانال خود من چه واقعیه بچه‌ها حرف زدم این توش هست، پس تو این داستان شکی نکنید. از این بحثا که بگذریم، لایک و سابسکرایب و این داستان ها یادتون نره و اینکه اگه از ویدیو خوشتون نیومد حتما دیسلایک کنید، خوشتون اومدم لایک کنید و به اشتراک بذارید. بدون هیچ معطلی میریم که با هم درآمد رپرها، بهتر بگیم پردرآمدترین آرتیست هایی که توی حوزه رپ فارسی هم فعالیت دارن رو با هم ببینیم. نه، با هم داشته باشیم. مثل همه تاپ 10 ها از نفر دهم شروع میکنیم و به سمت نفر اول میریم. نفر اول که نه، دهم کسی نیست جز علی جیدال. همونطور که میبینید 89 تا ویدیو آپلود کرده، 49500 سابسکرایب داره و توتال ویو یا ویو کلیش 5,641,699 ویو هست که فعالیت این چند سال گذشتهش نشون میده. از 10 می 2020 توی به حال یوتیوب جوین شده و شروع کرده این فعالیت ها رو انجام دادن و میزان سابسکرایب گرفتنش هم توی ماه قبل 5% بیشتر شده و ویوهاش هم 83%. همونطور که میدونید جیدال این چند وقته آهنگ قدیمیش رو دوباره روی یوتیوبش میذاره که میتونید برید گوش بدید و خب ویدیوهای فانی و با عرفان مدگل و همچنین خودش میذاره. حالا درآمد علی جیدال چقدره؟ $2,300 تقریبی هر ماه و ماهیانه 27، یعنی سالیانه، ببخشید، سالیانه 27,000 دلار. خب هرچی فعالیت روی یوتیوب بیشتر باشه، ویدیوها بیشتر باشه، ویدیوهای جدیدتر، درآمدها بیشتره. میرسیم به نفر بعدی، نفر نهم کسی نیست جز آرتا که این چند وقته هم یک موزیک ویدیو داده بود، ترکونده بود و یه سری برنامه هم داره به اسم گادفادر شو که خب ویوهای باحالی داشت. همونطور که میبینید 18 تا ویدیو آپلود کرده، 74900 سابسکرایب داره که تقریبا داره میشه 75000 تا سابسکرایبر و همونطور که میبینید توتال ویو یا ویو کلیش 4,932,645 هست و از 2019 29 دسامبر 2019 فعالیت داره توی این پلتفرم. مقدار سابسکرایبی که توی ماه گذشته گرفته، 3 روز گذشته، 208% افزایش یافته که 7000 تا سابسکرایب بوده نزدیک 8000 تا و ویو ماه گذشتهش هم 732000 تا تقریبا 733000 تا بوده که 230% از ماه قبلی بیشتره. همین امر باعث شده درآمد این ماه آرتا از این پلتفرم $2,900 باشه، تقریبا $3,000 و درآمد سالیانه $35,000 که خب درآمد سالیانه خیلی متغیره چون بسته به اینکه تو اون ماه آرتیست چقدر کار کرده بالا پایین میشه. میرسیم به نفر بعدی، نفر هشتم محمد رضا شایه که این چند وقته یک مصاحبه پخش کرده از خوش که با یه برنامه دیگه بود که رو اینستاگرام پخش شده بود و اون رو روی یوتیوب خودش قرار داده و همچنین تیزر آلبوم جدیدش آماده باشه که به زودی میاد و برای فروش هم گذاشته شده و خب همونطور که میبینید 19 تا ویدیو آپلود کرده که عملا بیشتر آهنگاشه، یعنی آره دیگه فعالیت دیگه به جز این مصاحبه محمدرضا شایع نداشت و آهنگاش هست و 26400 سابسکرایبر داره، توتال ویو 6,593,928 هست و از 2020 هم فعالیت تو این پلتفرم داره. مقدار سابسکرایب گرفتنش توی ماه گذشته 800% افزایش داشته و 11000 تا سابسکرایبر توی ماه گذشته گرفته. میزان ویوش هم همینطور 145% افزایش یافته و 826000 ویو داشته توی ماه گذشته. همین باعث شده
درآمد این ماهش $3,300 باشه که اگه همین درآمد رو تو ماه داشته باشه اوریج $39,000 سالیانه درآمد داره، که گفتم سالیانه به شدت متغیر بسته به سال و این آمار خیلی خوبه. همونطور که پارسال ما این ویدیو رو میگرفتیم اکثرا بچه‌ها منفی بودن میزان ویو گرفتناشون و اینها، اما الان که میبینید 100% 800% رو به بالای و این خوبه. میرسیم به نفر هفتم، کچی بیت، که این چند وقته با پوریا پوتک و لیتو داره ویدیوهای باحالی رو میده و کلا شروع کرده فعالیت‌های یوتیوبی. قبلش خیلی یه دو سالی هست تقریبا هست، ولی قبلا مثلا بیت و اینا میذاشت، الان خیلی اومده روی آورده به ویدیوهای یوتیوبی، بازیای پلاک بازی رو داره که برنامه باحالیه و همچنین سگ و نخندی جدیدشون که به شدت ویو گرفت. حالا از اینا که بگذریم، 35 تا ویدیو آپلود کرده کچی بیت، 63 هزار تا سابسکرایبر داره که گفتم مثلا 2020 فعالیت داره این پلتفرم. توتال ویو یا ویو کلی چنل کچی بیت همونطور که داریم میبینیم 3,617,818. حالا بعضی شاید بیان میگن که آقا توتال ویو یکی بالاتره، چجوری درآمد ماهیانه یکی بالاتر یا پایینتره اینا نسبت به هم؟ توتال ویو زیاد به درآمد اون ماه ربطی نداره، اون ماه باید ببینیم چیکار کرده آرتیست، میدونی اون مهمه، نه اینکه حالا توتال ویو. ممکنه که طرف مثلا 10 سال فعالیت نداشته باشه، مثلا یه ماه فعالیت نداره، توتال ویوش بالای، زیاد به توتال ویو به درآمد اونچنان ربطی نداره. حالا از این داستان که بگذریم، 49% میزان سابسکرایب گیریه کچی بیت بیشتر شده و تقریبا 18000 تا سابسکرایب گرفته ماه قبل، اما ویوش یه ریزش کرده و 19% رو به پایین بوده و 861K تقریبا ویو داشته ماه گذشته، که همین امر باعث شده درآمدش $3,400 باشه و درآمد سالیانه‌اش به $41,000 رسونده. نفر ششم یکی از آرتیستامونه که صدکار رو رد کرده و اون کسی نیست جز بهزال لیتو. همونطور که میبینید 71 ویدیو آپلود کرده. بهزال لیتو هم ویدیوی باحالی میذاره، از ولاگ بگیر تا خیلی چیزهای دیگه که احتمالاً همتون دیدین، نیاز به توضیح نیست، و 180 هزار تا سابسکرایب داره و توتال ویوش 11,218,087 از سال 2021 نوامبر 2021 فعالیت خودش تو این پلتفرم شروع کرده. تو ماه گذشته 360% افزایش داشته سابسکرایب گیریش و 23K سابسکرایب گرفته، آمار باحالیه. و همچنین ویو ماه گذشتهش هم 159% تقریبا 160% افزایش یافته و 1,824,000 ویو داشته ماه قبل، که ویو باحالیه و رو به پیشرفت بسیار. همونطور که میبینید این ویو باعث شده که درآمد ماه قبل بهزال لیتو از یوتیوب $7,300 باشه، که درآمد سالیانش رو تبدیل میکنه تقریبا به $88,000. نفر پنجم یکی از پرهاشیه ترین آرتیست رپ فارسیه و اونم کسی نیست جز پارسالی، که یکم قدیمی تر از نسبت به خیلی از بقیه بچه های آرتیست توی یوتیوب، و همونطور که میبینید 198 ویدیو آپلود کرده، 132K سابسکرایبر داره، توتال ویوش 17,862,665 از سال 2012 فعال توی این پلتفرم. حالا شاید میتونسته اکانتشو ساخته بوده ویدیو نمیذاشته، ولی کلا از 2012 اکانت یوتیوب داره. ویوشو که نه، سابسکرایبش 233% افزایش یافته توی ماه قبل، یعنی میزان سابسکرایب گرفتنش 233% افزایش یافته نسبت به ماه قبلی که 9K سابسکرایب اضافی گرفته این ماه. و همونطور که میبینید توی ویو هم 39.9% تقریبا 40% افزایش داشته ویو گرفتنش و 1,835,000 ویو گرفته ماه قبل، که همین درآمد ماهش رو تبدیل میکنه به $7,300 که خیلی نزدیک به بهزال لیتو، یه کوچولو بالاتره، و همونطور که میبینید درآمد سالیانش رو تبدیل میکنه به $88,100. میرسیم به نفر چهارم. نفر چهارم یکی از آرتیستامونه که 200K هم رد کرده و اون کسی نیست جز سپر خلصه. همونطور که میبینید 116 تا ویدیو آپلود کرده و 213K سابسکرایب داره، توتال ویو یا ویو کلی چنلش 27,809,000 هست، که توتال ویو باحالیه. و همونطور که میبینید از سال 2020 فعالیتش رو توی این پلتفرم شروع کرده و نسبت به ماه گذشته میزان سابسکرایب گیریش 85% افزایش داشته و 12K سابسکرایب گرفته ماه گذشته، و همچنین ویوش هم 41% افزایش داشته نسبت به ماه گذشته و 2,100,000 ویو داشته، که باعث شده درآمد اون ماهش $8,400 باشه و درآمد سالیانش رو تبدیل بکنه به $100,000. نفر سوم تنها آرتیست خانم این به هر حال تاپ 10 هست و اون کسی نیست جز مدگل. همونطور که میبینید 140 ویدیو گذاشته و جز پر سابسکرایب ترین آرتیست های
فعال در یوتیوب فارسیه که 377 هزار سابسکرایبر داره. توتال ویو یا ویو کلی چنلش همونطور که میبینید 45,269,306 هست که به شدت بالاه و همونطور که میبینید از سال 2015 فعالیت خوش تو این پلتفرم شروع کرده، حالا اکانتش رو ساخته جوین شده، نمیدونم دقیق از همون موقع کار میکنه یا نه. میزان سابسکرایب گیریش متاسفانه منفی بوده، منهای 21% بوده نسبت به ماه قبلش و 28 ساب گرفته. میبینید با توجه به اینکه منفی بوده اما باز بیشتر از همه تقریبا تا اینجا لیست سابسکرایب گرفته. درآمدش هم نه، میزان ویو ماهش هم منفی بوده و 5% کمتر از ماه قبل بوده و 3,279,000 ویو داشته که درآمد ماهش رو تبدیل کرده به 13,100 دلار و درآمد سالیانه شو به 157,400 که خب مدگل و همونطور که همتون میشناسید ویدیوهای آنسولش خیلی طرفدار داره، ویدیوهای ترسناکی که میذاره. اما فکر کنم این چند وقتی یه کوچولو کم فعال شده که منفی بوده این داستاناش. به هر حال میریم سراغ نفر بعدی. میرسیم به نفر دوم که پر سابسکرایب ترین آرتیستایی هست که توی رپ فارسی هم به هر حال فعالیت داشته و اینها و اون کسی نیست جز امیر تتلو. همونطور که میبینید تا حالا 596 ویدیو گذاشته و 616,000 سابسکرایبر داره. توتال ویو یا ویو کلی چنلش 196,122,732 که به شدت بالاستمش گرم و زمانی هم که اکانتش رو ساخته یا فعالیتش رو شروع کرده 2011 بوده، تقریبا 11 سال پیش. همونطور که میبینید ویو ماه گذشته و همچنین میزان سابسکرایب گیری امیر تتلو هم منفی بوده نسبت به ماهای گذشته و میزان سابسکرایب گیری 47% کمتر از ماهای قبلش بوده که 19,000 تا بوده و ویوش هم کمتر بوده 15% و 9,046,000 داشته ویو که امیدواریم این منفی مثبت شه، به علت کمکاری ها معمولا منفی میشه. و خب همین ویو باعث شده که درآمد ماه گذشته امیر تتلو 36,200 دلار باشه که واقعا رقم بالاییه و حقشه و همین درآمد سالیانش رو تبدیل میکنه به 434,200. اما نفر اول همونطور که همتون حدس میزنید کسی نیست جز پوریا پوتک. پوریا پوتک یکی از فعالترین آرتیست های رپ فارسی تو یوتیوب و دیلی ویدیو داره همیشه و با ایده های مختلف و این داستان ها 731 ویدیو آپلود کرده تا الان پوریا پوتک و همونطور که میبینید سابسکرایبش 538,000 تاست که اونو تبدیل میکنه به دومین پر ساب ترین آرتیست این لیست و همونطور که توتال ویو یا ویو کلی پوریا پوتک رو میبینید 207,811,791 که بیشترین توتال ویو بین تمام بچه‌ای که بودن تو این لیست و از 2014 تو این پلتفرم جوین شده و به احتمال داره کار میکنه. البته پوریا خیلی کم کار میکرد، یه سال و نیم دو ساله تقریبا که خیلی جدی گرفت و به این موفقیت ها رسید. خوشبختانه مثبت بوده مقدار سابسکرایب گیریش نسبت به ماه قبلش و 30% بیشتر بوده و 42,000 ساب توی ماه گذشته گرفته. ویوش هم مثبت بوده که 21% بیشتر از ماه قبلش بوده و اون 19,608,000 بوده که واقعا قصه نموشید بهش میگیم دمش گرم با این آمار. و همین ویو ها باعث شده که درآمد ماه پوریا پوتک 78,000 دلار و 400 نه بازم اشتباه گفتم 78,400 دلار باشه و درآمد سالیانش رو تقریبا نزدیک میکنه به 1,000,000 دلار که اونم 941,000 دلاره. خلاصه پلتفرم یوتیوب پلتفرمیه که جا داره برای اینکه بتونید به راحتی درآمد داشته باشید با ایده خاص و تلاش و پشت کار. روزانه کار کنی فارغ از اینکه چقدر استعداد داری و چقدر اطلاعات داری و اینا، تو کارت به هر حال باید پیشرفت کنی. یه بستری بازه که میتونی با کار خوب کردن و تداوم دادن درآمد خوبی رو داشته باشی. این ویدیوهایی که ما میذاریم، حالا این تاپ 10 رو میذاریم، علت اصلی که داره اینه که ببینید این درآمدها میتونه از یوتیوب در بیاد و جابجا بشه و یک انگیزه ای داشته باشیم و خب یک به هر حال مرجعی هم باشه نسبت به اینکه ببینید درآمد آرتیستان فقط از یک پلتفرم چقدره و به هر حال میزان خوب بودن کارشون هم به نوعی میتونه، نه البته درآمد خیلی نمیتونه خوب بودن کارا، ولی موفق بودن رو میتونه نشون بده. در کل این ویدیو از این تموم شد. نظراتتون رو بنویسید، مقدار لایک ها بالاتر اگه باشه، یعنی بالا باشه خوب باشه، ویو ها خوب باشه، ما سعی میکنیم هر ماه این ویدیو رو بسازیم، اگه نه که هر 4-5 ماه یک باری، چند وقت یک باری میسازیم که هم آگاه بشید. چون نسبت به سال قبل اگه برید ببینید مثلا خود پوریا پوتک میبینید که یک 50-60% It was at this moment that he knew he fucked up.
افزایش داشته و این خیلی خوبه. دم پوریا پوتک گرم، دم همه شما هم گرم. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. ویدیو داره تمام میشه چون داره خاموش میشه دوستانم. See you soon.